صباح النور من جديد مشاهدينا. في رد فعل إنساني على هجوم وحشي طال مستشفى داشت إبارشي للولادة في العاصمة الأفغانية كابول، بادرت فيروز عمر 27 عاما بإرضاع 20 طفلا حديث الولادة معظمهم يتامى. خبر مبادرة فيروز ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي مشيدة بتعاطف هذه الأم الأفغانية وشجاعتها. فيروزة معنا اليوم مباشرة من منطقة حارات أفغانستان للتحدث عن مبادرتها الفريدة. صباح النور فيروزة، أو صبح بخير فيروزي خانم. بداية، كيف أتتك فكرة إرضاع الأطفال 20 كرد فعل على الهجوم الوحشي؟ وما الدور الذي لعبه في ذلك حس الأمومة لديك وأنت أم لطفل في الشهر الرابع من عمره؟ سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شما. دقیقا حادثه اوروز کابل حادثه خیلی وحشتناکی بود، حادثه حمله به سپاهخانه‌ای که در آن مادران ولادت میکردند و او حادثه تن تمام مردم افغانستان لرزاند و مطمئنا در این میان مادرانی که طفل شیرخوار داشتن یا بسیار از اونا تاثیر خیلی بدتری داشت، چون زمانی که آنها حالا تجربه زایمان را داشتن و زمانی که آنها طفل خورشید می دادن تمام حواس از اینا روی از این طفلایی بود که حالا هنوز دنیا لمس نکرده بودن، از آغوش مادر جدا می شن و مادر را از اینا شهید می شن. و خود من یکی از اون مادرها بودم، طفل 4 ماهه دارم و زمانی که من طفل خور در طول روز شیر می دادم تمام خوش و حواس ما طرف از این اوجالا بود که حالا در چه حالتی هن و دنبال از این بودم که از چرا این میتونم به اینا کمک بکنم. و طبیعتا حالت خیلی بدی داشتم، زمانی بار بار طفل ما شیر میخورد باز هم نیاز داشت که با آغوش ما باشه، باز هم نیاز داشت که تأثیر ما تغذیه بکنه. و اما غریزه مادری باعث شد که من این تصمیم رو بگیرم. نعم فیروزی خانم، طبعا ناقشت قرارك او خطتك مع في المساعده مع زوجك، ما كان رد فعله؟ تصمیم در جامعه سنتی افغانستان این یک تصمیم خیلی سختیه، ای که بخوایی در یک طفل شیر بدی و طفل هم که وابسته با قوم و مذهب خودت نباشه. و این تصمیم بسیار سختی بود و قبل از این که حالا با شوهر خو این تصمیم رو در میان گذاشتم و چون از آن جایی که شوهر میگه آدم خیلی تحصیل کرده و آدم میفهمیده و همیشه با ما همراهه، من در صفحه فیسبوک این موضوع شریک ساختم که اگر کدام نوزادی در شفاخانه نیاز به شیر مادر داره من میتونم مودیایم تقدیه بکنم. و من تمام نزدیک افتار بود، تمام همون صفحه افتار را آماده کردم برای شوهر خو و بعد از اون اجازه گرفتم، گفتم من باید این کار بکنم. حالا همین رایان پسر من رایان مندر و رایان در آغوش منه، میدونی باز هم به من نیاز داره، اون طفل هم طبیعتا نیاز دارن تا یکی اونا با آغوش بگیره. همین بود که شوهر من اجازه داد و گفت میتونی بری، هیچ مشکل نداره. با وجود از اینکه طفل من گریه میکرد به نیاز دارم داشت، نزدیک افطار هم بود، با همو وجود گفت هیچ مشکل نداره تو میتونی بری. و همون طفل را از من گرفت و من طرف شفاخانه روان شدم. نعم. مشوارك من المنزل إلى مستشفى أتاتورك الذي نقل إليه الأطفال من مستشفى داشت إبارشي الذي تعرض للهجوم، هذا المشوار كان محفوفا بالمخاطر، كان خطيرا، أخبرينا عنه لو سمحتي. دقيقا چون اولا که ما این مبارک رمضان بعد از کابل کاملا قرنطینه به خاطر موضوع کرونا و تمام جاده ها خلوته و نزدیک شام هم بود، کمی به لحاظ امنیتی خطر هم داشت که من بیرون، چون حالا در مشکل نبود، زمانی که من میرفتم یک کم روشنی بود، من با امون ترسی هم که داشتم سعی نکردم که چون میخواستم برم به اون اوزادا خور برسانم، سعی نکردم با امون ترس خور ترس به من قلبه نکنه و من مقاوم باشم. و رفتم، زمان رفتن این مشکل به من نبود، ولی زمان برگشت واقعا تاریک شده بود، خیلی تاریک بود. من یه ترس یک حس بعدی داشتم که نشکنه کدام مادوسه برای من رخ بده. و بلالاوی از این کالا او ترس بود، من از این مسیر یک خاطره خیلی بعدی داشتم. من تقریبا سال 2013
زمانی که به این مسیر با دانشگاه کابل هم مسیر سپاهخانه، من سال 2003 زمانی که در سنف ماستری شش بودم، از خانه برام تماس گرفتن و گفتن که برادر من برادر خون من هم این جنایتکارا شهید ساخته بودن در روز تولده و من از این آنسته وزید جاله خاطره خیلی بد داشتم با همین وضعیت خیلی بد از این جاله دیگر کرده بودم و این چون او آنسته در این مسیر از ماماد خیلی بدتر بود داره من. نعم، نحن نقدر دموعك فيروز خانم في المستشفى، كيف كانت الخبرة، وأما أبرز المشاعر التي انتابتك هناك؟ زمان که من به شفاخانه رفتم و طفلار با آغوش خود گرفتم، واقعا احساس در علاوه که حالا از او عادته احساس بله داشتم که هنوز این طفلا دنیا لمس نکردن و هنوز آغوش مادر رو لمس نکردن، اینا به شفاخانه با سر شفاخانه یعنی یک تعداد زخمی و اینها خیلی بری دعوان تولد خود خیلی برای من بد تمام می شد، ولی خیلی برای من بد تمام شد، ولی همی که اینا رو با آغوش خود گرفتم و همی که ادقل می تونستم کچکترین کار رو برای از اینا انجام بدم و اینا رو چیر بدم، یک کمی که یک کمی احساس بهتر برای من دست داد، ولی با وضعیت شفاخانه واقعا وسط ناز بود، 20 طفل که هر کدام گریه میکردن و دنبال همون صدایی بودن که اینا 9 ماه این صدا رو شنیده بودن ولی این صدا رو پیدا نمیکردن، واقعا حس خیلی بدی برای هر کس که اینجا حتی اگر یک فرد خیلی سنگین و بی‌احساسی هم به شفاخانه میرفت مطمئنم فریاد از او بیش آسمان اکتر میکرد که مزید خیلی بد بود. نعم، و اثناء ارضاع الاطفال العشرین و معظمهم یتامه بماذا شعرتی؟ دانه که من تفلاب شیر میدادم با وجود از او که حالا بلاز برای خود من چون من یک روانشناسم کلیشه های مذهبی و کلیشه های قومی اینا هیچ برای من معنایی نداره، ولی با وجود از او که اونا از قوم و مذهب خود نبودن زمانی که من تکرار به آغوش خود گرفتم حس میکردم که از اون بدن و جسم و روی خود منن و هیچ فرقی با اجرایان پسر خود من ندارن و زمانی که اونها شیر میدادم و امو 4 طفل من شیر دادم در این زمان چون نزدیک افتار بود و شیر بیشتر دیر نداشتم، 4 طفل زمانی که شیر دادم حساس میکردم که واقعا متعلق به خود منن و در علاوه از این زمان که به چشمان از اونا نگاه میکردم اما نگاه معصومانه از اونا از تمام مردم شکایت داشت که چرا ما در روز اول زندگی خو با این سرنوشت دچار بشیم و حس خود نه نسبت به اونا حس یک حس مادرانه خیلی قوی بود. نعم فیروزی خانم، تحركت أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعيت أمهات مثيلاتك للمساعدة، ماذا قلت لهن؟ زمانی که من از خانه از شفاخانه برگشتم به خانه در صفحه فیسبوک خو یک فراخوان دادم که اگر مادران دیگر هم که شیردی هستن به شفاخانه برن و با او طفلا شیر بدن به این نوزادا شیر بدن چون واقعا نیاز داشتن، البته وضعیت این نوزادا حالتی بود که زمانی که همچان مرسیده بودم شیر کافی حتی شیر خوش داره از اینا نرسیده بود و من اولین فرد بودم، حالا بلاز مادر یا فرد عادی اولین کسی بودم که به اون شفاخانه رفتم و از اینا جویای اول اون نوزادا شده بودم و همه گرسنه بودن و گریه میکردن و همین حالت باعث شد که من از دوستای دیگه خواهم بخوام که برن به شفاخانه رو برای از او نوزادا شیر بدن، به خاطر در صفحه فیسبوک خوما پست کردم و فراخوان دادم که دوستانی که مادرانی که شیر دارن برن به شفاخانه و برای از او اطفال شیر بدن و خوشبختانه همون شب تا 12 شب مادران دیگه هم برای نرفته بودن و برای از او نوزادا شیر داده بودن. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما كانت أبرز الردود على فعلك النبيل؟ ما كانت تجربة زمان كنا
پوستر در صفحه فیسبوک خوشیر بکنم، اینقدر مردم این پوستر حمایت بکنم و این چنین واکنش نشان بدن. مردم افغانستان از هر گوشه، فارغ از این که از کدام مذهب و از کدام قومن، پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، همه با متحد شدن و به این فراخانی که مدادم همه پاسخ مستد دادن. حتی از سر و سر جهان مردم، خود مردم افغانستان به آماده از این شدن تا این که یک سال به لحاظ چیز، حتی تا دو سال یا بیشتر از اونا تامین بکنن به لحاظ موادی که اونا نیاز دارن. این نشان از یک افغانستان متحد میداد و باعث شده بود تمام حرکت، تمام مردم افغانستان متحد بشن که این اصلا من فکر نمی‌کردم که چنین واکنش و چنین حمایت بشه از طرف مردم افغانستان. ولی واقعا نشان دادن مردم افغانستان تشنه صلح ان و میخواین که صلح به وجود بیاره. اگر که این جنایتکارا و کسایی که در خود وضعیت دشوار افغانستان به این سال دخیلن، حالا کشورهای دیگه اگر بگذارن، خود مردم افغانستان واقعا متحدن و تشنه صلحن و میخواین که صلح باشه و همه هیچ برای از اینا مطرح نیه که مسائل قومی و زبانی هیچ مطرح نیه و همه آنها متحد و یک پارچه هست. نعم فيروز عمر، نكرر تحيتنا لك على حسك الوطني الإنساني، كنت معنا من حارات أفغانستان، شكرا لك، خيلي ممنون. سلامت باشین، بس تشکر میکنم از همه شما که این زنجیره خوبی ها رو حمایت کردین و از تمام مردم جهان میخوایم تا هر کدام از اینا یک عمل نیک انجام بدن تا اینکه دهشت و وحشت و تمام عامل های تروریستی در جهان از بین بره. تشکر. ممنون، خیلی ممنون.